کار یاد گرفتم ازش. نادر سلیمانی عزیز. نادر سلیمانی عزیز. سلام به همه عزیزان. استاد ارادت. قربون محبت. امو نادر عزیزم سلام، خوبی؟ قربونتون برم. سال نو پیشاپیش مبارک. شما هم پیشاپیش مبارک باشه. خیلی خوش اومدین. سپن جان. چند ساله با هم داریم کار میکنیم؟ حداقل 20. هی میگن 20 20 همش باز میدن. نه 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 نه، واقعیت من افتخار اینو داشتم که سپند یک جایی رو یک کاری رو داشت انجام میداد، کارگردانی میکرد. منو سپند حالا گفت عصبانی اینجاش میخواستم بگم، منو سپند داشتیم با هم بازی میکردیم، سپند کارگردانی میکرد. یه آقایی بود اسمشو نمیارم، نگران نباشید. یه آقایی بود که خیلی خوب من میشناختمش. این آقا اصلا کلن بهش میگفتن آقا دست کج، یعنی کلن دستش کج بود. بعد اومده بود، اونم نمیگم چه کاره آره. بود چون میان سری اونم هیچی آره, آره. اومده بود سپن، گفتم سپن جان این آدم اومده میخواد کلن کار تو رو خراب کنه بره. باورش نمیشد اوایل، بعد کم کم دید اه، به قول بعضی ها میگن ریزه خاری میکنی. یارو ریزه خاری میکرد، ریز 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 نفوذ میکرد توی تمام عوامل. سپن اومد گفت نادر دومشو بچین. یادته؟ آره. در عرض 2 دقیقه دومشو چیدم. اونجا عصبانیته رو دید. آره اونجا خود سپندم دید. آره. یه جوری دومشو چیدم که خودش گفت آقا من میرم. اومده بود ادعای عکاسی هم داشت اگه یادت بیاد. آره. نه 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 شغلش این نبود. شغلش این نبود. شغلش این نبود. نه. آره از من از بهانه عکاسی شروع کردم. دومشو چیدم که بره خونه. بابا زدی؟ نه نمیزنه بابا. محترمانه دومشو چیدیم. چطوری میشه مثلا؟ بابا حالا نمیکنید دیگه. کنجکاوی میبینی؟ حالا چقدر خوبه عزیزانی که اگر اخلاق بدی دارن، رفتار بدی دارن و دوست دارن از دیگران سکو درست کنن و خدایی نکرده شرایط خوب دیگران رو خراب کنن، خدا انشالله کمک کنه تو سال جدید این اخلاق بدا رو بذارن. یه خاطره الان گفت ریزخاری، یه خاطره از ریزخاری من تعریف بکنم. رفتیم یه مرکز خریدی، نادر بود با خانومش و هومان. اون موقع بارسین هنوز به دنیا نیومده بود. هومان چند سالش بود؟ 8 سالش. بعد رفتیم اتفاقی توی یه دونه رستوران که غذا بگیریم. خب اونجا دیدی هی غرفه های چیز هست. آره. مرغ سوخاری بود. بعد گفتش که نادر به من ریزخاری میگم، گفتش که تو هم میخوای چند تا میخوری؟ آره گفت چند تا میخوری. گفتم من یه 2-3 تا میخوام بگیرم و اینا، ولی تو بگیر من میگیرم و اینا. گفت خب اسم همسرشون هم پری خانومه. گفت پری هم که یه دونه میخوره. و آقا 35 تیکه لطفا. گفتم نه ماها نمیخوریم. گفت نه خودمو. امو نادر آبادان چی داره که انقدر شما عزیزی شادی؟ همه مردم آبادان شادن. قربونت برم آبادان به نظر من مردمون مهربونی داره. ببینید نمیدونم چیه ولی اینو میدونم، خانم من خب اصالتاً ترک تبریزه. ترک؟ بله. ولی خب بزرگ شده تهران به دنیا اومده، ترکی هم حالا میدونه ولی اینجوری نیست که بلد باشه. ولی وقتی که با هم ازدواج کردیم رفتیم آبادان، درجا گفت اونجا خونه بخر. ببین مطمئن باش، نمیدونم رفتی مریم جان؟ نه متاسفانه سعادت نداشتم. چشم. ببین مثلا میری کیش میگه آقا چه جای خوبیه، سپن تو که رفتی آبادان میگه چه جای خوبیه، شما هم که رفتی. بله. آره. نه آبادان نه ولی خرمشهر و همه جای خب خرمشهر نزدیکه دیگه. آره. چسبیده است آبادان. ولی وقتی وارد آبادان میشی انگار خاکش خاک بهشت. گیراست. آفرین. نه جدی میگم، من توی فیلمم گفتم برای شما شاید گرم باشد، اون فیلمی که بازی میکردم گفتم برای ما بهشته. واقعا برای من تابستوناشم بهشته، برای اینکه واقعا اونجا احساس میکنم بخشی از وجودم تو اونجاست. اونهایی که توی شهرستان، ما همه بچه های شهرستانیم، حالا سپند رو نمیدونم
بچه تهران بودش. آره. ولی اکثر بچه‌هایی که ما تو دانشگاه با هم بودیم یا بچه‌هایی که با هم کار کردیم اکثرا شهرستانی بودیم. هر کسی تو هر شهری که به دنیا میاد انگار بخشی از وجودش دقیقاً. توی اون شهره. هر کاری بکنه، هر مدلی بره، نمیتونه خودش رو. اون آدر میخوان یه سلام علیک آبادانی با همشهری ها داشته باشین. چشم. سلام بچه ها. آخی. امیدوارم حالتون خوب باشه. سفرتون رنگین باشه. عیدتون عید باشه. مثل عیدای گذشته شاد باشین. بزنین برقصین. سفرتون پر از ماهی باشه. سبور. نیکوکام. دیگه کو سبور. ولی امیدوارم سیزه بدره. امسال بتونید سبور تنور کنین. آقا نادر بی مناسبت نباشه سر بریم آبادان با این موسیقی. برای جونو دست دست شکرم شکرم عزیزی سلام آبادانی ها خیلی خوش اومدید. سلام بیا دست بیا سلام آه آه اینه که ریبانه اصل و مرچی دارم مال تو. خیلی خوب آقا عالی. من قبل از این که سلام کنیم یه چیزی بگم. بچه که کار اجرا میکنن میدونن هر مهمون ما میخونیم مثلا میگیم خب اینو خدا به برنامه رحم کنه، اینو خدا مثلا به خودش رحم کنه. من اسم نادر و امیر و نصر الله رو دیدم خدا به من رحم کنه. چرا شیطون با این من؟ انرژی نه، این تو انرژی کرد من که الان آرومش کردم. آره گفتم با ادب من صدا بال صدا از اینجا شروع میشه تازه. ولی خداییش تنها برنامه بود که در طول این سالها داشتم اینجوری مهمان با کیفیت نیومده بود. خدایی خیلی خوبه. این مهمان نمیدونست رو آنتنه فکر کنم موزیک پخش شده رو اسمش. خب نه چون خربزه خورده بودیم الان ما مهمانی. بله بفرمایید شما صاحبخونه ای چی بخوریم؟ کو چیزی نیست که خورده دوست داریم. یه سلام میکنید حالا اول ها سلام چی بخوریم؟ سلام من بزرگترم. بله سلام خدمت شما عزیزان، خدمت بینندگان و حضار و همه. چی بخوریم؟ چی دوست داریم؟ بابا یه چیز بیاریم بخوریم مهمان. اگر سلام عرض میکنم آقا چرا چراغتون من دکتر برام چه چراغ من چهار همین میگن چی دوست داریم؟ من دکتر برام تجویز کرده پسته و آناناس بخور. خیلی خوبه. خیلی خوب. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگانی که تو خونه نشستن منتظر تحویل سالن. چند ساعت دیگه مونده؟ 5 ساعت. 5 ساعت دیگه. خوبه نارگیل نخواستی. آخه. نارگیل نارگیلته. میگه پسرم با سفارش کرده بخرم میوه پشمالو را. او بلد نیست بگوید نارگول. نارگول؟ آره. خودش هم بلد نبوده. بلد نبوده. آره. خیلی خوش آمدید. خیلی کیف کردیم و خوبم. خوشحالیم واقعا در کنار شما. ما برای چی اومدیم؟ برای اینکه همدیگر رو ببینیم دیگه. آره دیگه آقا بذار بگم برای چی اومدیم. اول یه توضیح بدم. من با بچه های ساعت خوش با همه به غیر از مرحوم داوود اسدی کار کردم. آخه یک انرژی و یک اخلاق عجیبی توی این بچه های این گروه هست. کوچکترین حسادتی هیچ وقت توشون ندیدیم. پارتنرهای همراه درجه یک دوستیه چقدر برقراره عالی. دوستی که سالها مونده هیچ کدومشون من واقعا هیچ وقت ندیدم پشت هم. نه ما هممون جلو دوربین ما هم خوبیم پشت... آره بعد چیزه آره ندیدم واقعا پشت هم حرف بزنن. ولی میدونم که پشت صحنه و اینا بلا ملا هم زیاد سر هم میارین به صورت بگین برام آورد از موقع بگین. الان داشتم آره. میگفتم راجع به نادر داشتم من... میگفتم رادش گفت تو از سعید بدتری توی نوشتن فولا و سوتیا. آره. من میگه بلا من سر یک کسی بلا آوردم. آره. خودش بلا ساز که کسی جرأت نداره بلا سرش بیاره. ولی تون بگم چون زیادیم تایم هم نمیدونم چقدر زیاد داریم وقت داریم. بچه ببخشید من پر روی میکنم. نفرمایید بزرگ بار من کلا پر رویم. من یه بلایی سر نادر آوردم. خیلی سخت تون بگم ولی سعی میکنم تون بگم که شما خسته نشین بینندگان خسته نشین.
زمان ساعت خوش ما جوان بودیم خیلی جویای نام بودیم دیگه، میخواستم خودمون نشون بدیم. تو یکی از آیتما من یه لاستیک کامل با رینگ، با رینگ و تمام تشکیلات رو دیدم، بقیه دارن از من بیشتر جذابن و میخندونن، اینو برداشتم زدم تو سر نادر. ایوال نه واقعا زد، واقعا بلند کردم زدم تو سر نادر. از قسمت ریگه نه اصلا داستان میدونی چی بود؟ بگو بگو. من اصلا داستان آقا نادر فقط اینجی شد. ببین واقعا من اولین بار تو زندگیم بود حالم بد شد و اصلا نمیفهمیدم کجا به من چی گفت. گفت نگاه کن نگاه کن که یه چیز دیگه میگفت، چطوپرت میگفت، اصلا هزیون میگفت. گفت هر کی دیگه بود جز تو کشته بودمش و واقعا این کارو میکرد چون مغز. آقا این شروع کرد چند تا کتاب به ما داد، گفت تو برو تیمارستان، تو اصلا سیستم تو برشت رو میشناسی. خب برشت میگه اگه مثلا یه بازیگر مثل تو بازیگر نیست، دیوونه است. شمشیر تو فردا بهت بدن توی کار مثلا تاریخی میزنی که میکشی. تو غیر قابل کنترلی. و نصیحت کرد و منم دیگه چون زده بودم لتو پارش کردم، گفتم بله کتاب من معرفی کنی. کتابا رو گرفتم و کات مثلا خوندم که مثلا حس نیست که ای تو روانی باید بستری بشی، چون واقعا باید بزن. کات 4 سال بعد ما رفتیم کرمان نمایش داشتیم، آقایی که به من کتاب معرفی کرده بود یه نمایش داریم تئاتر برای مردم رو صحنه. یه جا منو اینجوری خدا شاده گرفت، اینجوری بلند کرد شروع کرد صحبت کردن، گفت ببین اینجوری فلان. من دیدم نصرالله هی داری کبود خودش نابود زیادتر شد. این فکر کرد من اینقدر بازی زیادتر شد، فکر کرد من اینقدر بازیگرم بلدم با بازی کبود شم. خب اینجوری فکر کرد و صدام هم اینجوری بشه، همه هم میخندیدن. تو تمام تایمی که 2 دقیقه و نیم اینجوری داشت به من دیالوگ میگفت، نمیدونست که از اینجا منو بلند کرده پام رو زمین نیست. نه خدا شده راست، تمام وزنم اینجا بود، اینجوری منو بلند کرده بود آقایی که کتاب به من. ببین تموم شد، بعد اینجوری که گفت چرا جواب نمیدی، من اینجوری فقط اینجوری در حال مردن 3 دقیقه نفس نکشیدم دیگه، اینجوری رفتم پشتم افتادم. گفتم تو به من کتاب معرفی، همون کتابایی که من داده بودم بخونم. حالا داش به من میگفت نباید بازی کرد که جز سناریو بود که زد اینا رو همین چی زدم لاستیکو. نه لاستیک اونجا بداهه. بذار من اصلا داستان رو براشون بگم. داستان این بود، ما ساعت دوران یه خط داشتیم. آره یه خط میدادن بهمون، مثلا 10 تا بچه بود، من پدر اون خانواده بودم، این 10 تا بچه برای باباشون یادت امین نبودی همون که می اومدیم تو شلوغ هر چی کار می‌کردیم. آره بودی همین خانواده شلوغ بودیم. بعد این 10 تا بچه سوگلیشون ارژنگ بود، ارژنگ فاز. هر کاری طیبه بود و طیبه ابراهیمی بود. من عاشق ارژنگ بودم، مثلا میگفتم برید خونه رو نقاشی کنید ببین 1 2 3 زندگی دگرگون میشد. آره تا رنگ بزن اینجوری بود، همیشه هم دوربین از یه جایی با این کراپ دالی میومد اینجوری همه هر کی بتونه خوشو بده. بعد ببین واقعا نصرالله اون لحظه دوربین اومد روش این حس کرد که باید واقعا یه حرکت نشون بده خیلی خوب بکنم، ولی خیلی وحشت. ببین من چون یه سری چیزا رو میدونم هی سعی میکنم سوالا رو تقسیم بکنم بین شما. الان برم سراغ امیر. شما یه دوره سختی داشتین همتون بعد از دوره ساعت خوش و اینا که خیلی راجبش صحبت کردین چه اتفاقاتی افتاده، من راجب اونش نمیخوام صحبت بکنم. یه چیزی که از همتون شنیدم اینه که تو اون مدت خیلی هوای همو داشتین، همتون خیلی کنار هم بودین، خیلی به هم کمک کردین. تو یه بار حالا یکی شاید نخواد اسمشو بیاری یا گفتی ماشینشو فروخت و پولشو دم در خونه به من داد برای اینکه من بتونم زندگیمو بگذرونم و اینا خاطره رو برام تعریف کردی. تو به هم بگو از این رفاقتی که شاید اصلا یکی دلایل پابرجا موندن این رابطه تا اینجا هم چیزی است. من با سعید آخانی بیشتر از همه رفیق بودم، این دوتا با هم هولک و لولک بودن. بعد نادر و رادشو من خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. سر یه فیلمی رفتم، جوری هم قسمن اینا با هم دیگه، سر یه فیلمی من رفتم انقدر لپای نادر کشیدم یه ساعت ماچش میکردم. رفتم نقش گراز به جای علیرضا خمسه، گراز لازم داشت، کار سینمایی بود، توتول و راز صندوقچه کودک. آره کودک بود. بعد نادر پیشنهاد داده بوده که نصرالله رادش بیاد. گفته بود اینو تیپ ساز خیلی قویه، واقعا هم چیز دیگه اکتیو بودن نصرالله معروفه تو بچهای ساعت خوش از همه.
در واقع خوش استایل تر و اکتیو تر، خیلی انرژیک، این لغت درسته، انرژیک بازی میکرد. بعد گفته بود خیلی هر جایی هم میرفت رادش با رادش قبای این دوتا با هم اینجوری. آخه من رسیدم قضیه مال 8 سال قبله، 8 9 سال قبل رسیدم، نادر اومد تلو گفت امی، گفتم چه؟ گفت من تمام تلاشم کردم تو نیای رادش بشه. گفتم کس دیگه شاید بیاد بهت بگه، تو میدونی من عاشق رادشم، پس من تلاشم کردم. اون نشو گفتم خب بیا زیراب زده اومدی گفته اون زیرابت زدم. گفت آقا صادقانه تمام تلاش کردم رادش بشه. کارگردان گفت نه امی، گفتم باشه امیرم خوب خواهی که اینجور شد دوستش داشتم این جمعه رو به خودم هم گفت به خودم خواستم بخورم ولی واقعا اینم دوستی ها رو اضافه بکنم خیلی خوشگله این کاره زیراب زنی دوستی ها زیاد نه نه این میای صادقانه میگی من این کارو کردم تو میدونی رو رفاقت این آدم میتونی حساب کنی آفرین تو میدونی رو رفاقت این باش رفیق شو میتونی بعد نادر واقعا من خیلی بیشتر از حالا جالب سعید رفیق صمیمی من بوده خب ولی بیشتر از همه بچه‌ها صد خوش من با نادر همش تو این سالا کار کردیم خدا بیامرزه علی سلیمانی و با هم دیگه باز دوباره خدا رحمت کنه چیز آرش میرحمدی و شب عیدی شهرام عبدالی و بر بچه های خوبی و دوزه آره خیلی یادشون میکنیم آره من مجبورم یادشون ستاشون جز آقا اسممون آدمی که ماشینشو فروخته چیزه مگه بده بگه چرا نگفت چیو؟ نه شاید خوبه که اون بچه ساعت خود ماشینشو فروخته اومده گفته مگه نه شاید خود اون راضی نباشه بار آقا اون همین ده شب پیش به من شاید هم هشت شب پیش شاید هم گفت نگو دیگه تو رو قرآن آره خودش الان من معرضم گرفته بگم نه نگو دیگه نمیگم باش نه الان که میدونی الان من که میدونم من میدونم من میدونم که گفتم منم میدونم بله ما سر اون کاری که با هم بودیم آقای نادر سلیمانی سر اون کاری که بودیم اما نادر شما بر من قضیهشو تعریف کردیم بله ما با آهنگ جنوبی اومدیم تو میشه با آهنگ آذری بریم بیرون نه همچکار کنیم ببین امیر امیر بذار من به تو میگم آره بگو امیر تو با من آذری به اون جنوبی نگفتم آره با من آذری امیر من پدر مادرم این داره برمیگرده این داره برمیگرده تبریزی هم هر دو آره ولی واقعا من ندیدم تبریزی ندیدی؟ نه مثل امیر رقص حرکات آینی ترکیه آره واقعا حرفه نه ترکیه من باورم نمیشه امیر مثلا روی یک پا میشینه امیر لنگوشه بای میسی نه بابا الان دیسک کمرم الان دیسک کمرم الان بهانه آوردی نه به خدا نگاه کن بس آقا 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 قبوله خدا رو شو گیست که رون نداره آره خب اگر موافق باشی بگه خیال راحت باشه راجع به خواننده اون مرابی هم میگه یعنی قبل از تفو آقا قبل از دیسک کمر فوتبالیستا میگم ما آزاد نیستیم امیر تو قبل از دیسک کمر رو انگشتا تو پنجه بای میسازی بای میسازم ببین ما فامیلامون که جمع میشدن دور هم عروسی چیزی بود یه آهنگی بود خیلی من دوست داشتم بکنم خانم مومن میدن قره بالا یا سوزده مول ما داره بر اینو یه همه بلند میشدن وسط بودن اینجوری بود واقعا عجیب و غریبه شما ها ببین یه چیزی از امیر یادم اومد امیر موقعی شما که بهتر میدونین امیر موقعی که باش بازی میکنی در لحظه مثلا 18 تا کنسه میاد تو ذهنش خب که بهت بگه بعد تو ذهنش مرور میکنه میاد اونو بهت میگه مثلا میگه من میام این ساکت باش من اینو بگم و اینو مثلا تو سکوت بعد میگی باشه آره بعد میگی باشه اینا یه دفعه خیلی باوزه بود من اینجوری کنم اینجوری گفتم باشه من حرف زدم ساکت یو ساکت شدم امیر من کرد کدومش بود امیر جان امیر خیلی روکه استاد کدومش بود امیر خیلی روکه من یه برنامه مهمون من بود افتخار داشتم که در کنارش بودم توی یه جایی توی شهری تلویزیونی هم بود رئیس صدا و سیمای اونجا مهمون برنامه بود بچه بعد یه تکه ندید آره. بعد رئیس اومد سلام علیکم خیلی هم خوشگل نشسته بود و ما تعریف کردم و بعد گفت آقای غفار منش خیلی خوشحالم البته به شهر ما اومدید آره امیر با رئیس قبلی کار کرده بود آره فرق نش گفتم خاطر خوبی ندارم گفتش که من از شما خاطر خوبی ندارم گفت چرا؟ گفت پول منو نمیدید گفت پول منو من اینجا براتون فیلم ساختم بعد گفتم که البته امیر مزاح میکنه گفت نه پول منو بدید آنتن رو گرفتن گفتم پول منو شهر شما خورده شهر خورده شد آره. خب مدیر قبل گفتم آقا مدیرا میان میرن بعد مثلا مدیر قبلی نداده باشه مدیر بعدی نباید بده بگه این تو شبکه ما پخش
اینجوری خوردم. آره خلاصه رفت و ما گرفتیم. حالا تشریف داشته باشید بریم یک خواننده دوست داشتنی و خوش صدا که از سر برنامه که ما شروع کردیم در خدمتش بودیم. بله. الانم آماده است که یک کار خوشگل جذاب تقدیم بینندگان عزیز کنه و همینطور مهمانان عزیز. این طرف صحنه امیر غفارمنش حالا میتونه دیسکشو یه خورده سفت کنه. آره بریم یه کار جذاب از پویا بیاتی بشنویم با صدای دستان شما. عالی عالی عالی. تشکر میکنم از پویا بیاتی عزیز که فوق‌العاده بود، کیف کردیم، لذت بردیم. این طرف هم خیلی لذت بخش بود، جاتون خالی بود. آقا به ما میگن دست به این میز نزنید. آره. میوفت. آره بچه ها، نصرالله یه خاطره بامزه داره از محبت های مردم بهش. خیلی محبت بامزه شده. آره نه ولی حالا بگو برامون دیگه. بگم؟ آره با اجازه خواهش. بزرگترا بزرگترا. خب نه من یه بار یه اتفاق خیلی عجیب برام افتاد. اومدم بیرون میوه بخرم، یه ماشین سوار شدم بیام خونه، دیدم یه مسیر دیگه میره. اصلا این ور خونه با اینکه مسیرها رو پیدا نمی‌کنم ولی فهمیدم خیلی یه جای دیگه است. دیگه اینو فهمیدم دیگه. این گفتم آقا میگم دوزیه چیه؟ گفتم آقا نه. گفتم چرا اونوری نمیگو؟ نه یه جایی میریم بعد میریم خونه. خونت یه جایی میریم بعد میریم خونت. گفتم خونه. چی یعنی منو نبرد خونه؟ آها برد یه جای دیگه. بیراهه برد. گفتم آقا بعد دیدم یکم هم قیافش اینجوری و فلان و اینا. خودم هم نگاه کردم به دو... نمیخورم کسی میخواه منو بدوزه. نه خوشگلم نه. خلاصه گفتم شنیده بودم تو فیلم ها و اینا درو باز میکنن میپرن. گفتم ما هم بپریم مثل که یک داستان اصلا زبون نفهمه. گفتم آقا من نمیخوا. گفت نه میخوای تو هدیه عیدی میخوام بدمت به یکی. من هدیه بودم داش منو میبرد. آره منو هدیه بده. گفت هدیه تو هدیه ای، من باید سالم ببرمت. این داش میگفت سالم. من فکر پرش از ماشین بودم. در اینجوری در حال حرکت دیده بودم توی فیلم ها، مثلا یه جایی سرعت کنم چه بپرم. اومدم به این باطن گفت بس است. من فکر اینا رو باز نمیشه. آقا سرتون در نگیرم بچه‌ها میخواست بکن. رفت ما رو برد توی کوچه واقعا. گفتم جریان بگو حداقل. آوردی منو دیگه. جریان چیه؟ گفت نه تو هدیه ای. گفتم هدیه منو که نباید سورپرایز کنی، اونو باید سورپرایز کنی. من خود هدیه ام. گفت نه دو تاتون سورپرایز بشین. گفتم بابا چیکار باید بکنیم؟ گفت صبر کن. الو آبجی اینا آوردمش. گفتم کیو چیو اینا؟ گفت آبجی آوردمش. گفتم خب بگو کلید کو؟ پشت خونه کلید نداشت. گو آبجی پس یک باشه یک کاریش میکنیم. آقا رادش برو بالا. گفتم به جون مادرم. گو برو بالا. گفتم که کجا برم بالا؟ من هدیه‌ام. هدیه. گفتم آخه از کجا بدونم اینجا خونه خواهرته؟ گو کاری نداره ثابت میکنم. سلام آقا ابرام. سلام آقا رضا. دیدی خونه خودمون اینجا با این ثابت کرد. دستو گرفت گو برو. گفتم من نمیدم، شاید تو دوز باشی اینا. خلاصه اینجوری کرد. یه فکری کرده بودم آقا من دستمو میگیرم تو برو بالا. من گرفتم. گفت نه تو یه هنرمندی. من گفتم خفه شو بابا برو بالا. گفتم الان دستش پارو میذاره میپره، من توی فرصت میرم دیگه. شانس ما خیلی فرض بود. اینجوری کردم، اینجوری هم دیدم در باز شد، رفت بالا. بیا تو. آقا ما رو میخواست هدیه کنه به بچه خواهرش. بچه خواهرش به ایت منو دوست داره، منو ببینه خوشحال بشه. بعد هدیه رو باز نکرده پس برسه. نه حالا ببین بچه خواهی زشتم خوابیده بود. گرفتم خودم خب باشه باشه آوردی بیدارش کن. شما هنرمنده آدم های مهربون با احساسی هستی. بچه رو تو خواب که بیدار شما با اینا رو به ما یاد بدید. بیدار نمی کنن که بچه. کتاب برشت رو می دادی بهش. گفتم آقا بیدارش کن منو ببینه. خلاصه چای بیار و فلان. گفتم یه چایی نمی خواهی به ما بدی؟ گفتم بره دیگه. رفت یه لگد اومدم ببخشید کتف بچه های دیگه چکار کنم؟ و پایین تر اینجا زدم باشه بینیم بابا باشه. بچه بلند شد تش هشی شد خدا شده. اینجوری بلند شد. نه من از این بدم میام، من ارژنگ رو دوست دارم. منو با ارژنگ اشتباه اونجا گرفتیم. لاستیکر میخواست اونجا لاستیکر میخواست. یکی از بازیگرانی که بی
ملاحظه وارد بحثا و کرکریای فوتبالی میشه. راستی چیه؟ آره کجا؟ نه اصلا با... اصلا باش وارد نشو. نه اگر آره استقلالی. آره استقلالیه. استقلالی. من بازیگرم، کار فرهنگی میکنم، شعر میگم، ساز میزنم. خوشحالی تیم از لحاظ حرکت فرهنگی برام مهمه. که تو تاریخشون اتفاق بدی نیفته و دنیا جد. استقلال رو دوست دارم. پرسپولیس هم تیم دومه. که الان فعلا موقت قرار شده بلند شن تا یه ماه دیگه در روز دیگه. سالشون سر میاد. آره سالشون سر میاد دیگه صدرم میبنده. برای کوری مثلا میخوای بخونی؟ نه گفتم که زیاد نه امیر اهل کوری نیست دعوا میکنه. البته الان بحثمون سند نفت آبادانه. واقعی امیر که میدونی از اوناست که میره دم وزارت ورزش. آره واقعا آره من... آره این از اوناست. من اصلا دعام اینه همیشه میگم آقا استقلال پرسپولیس هر دوشون رو من دوست دارم. من پرسپولیس دوران ناصر محمدخانی، علی پردین و حمید درخشان و اینا رو خیلی دوست داشتم. یعنی استقلال و پرسپولیس اون موقع واقعا فوتبال بود، پشت نبود. یعنی زد و بندی اون پشت مشته نبود بخوان تعیین کنن این قهرمان شه یا اون. یا میدیدی هما با یه طرفدار میومد جفتشون میبرد قهرمان میشد. خیلی فوتبال مرحوم ناصر اجازی رو خیلی دوست داری؟ عاشقش. من اینقدر دوست داشتم اسم خیابونمون شد ناصر. آره. اینو میخوام بهت بگم. الان میگم خدایا اونی که حمایت ناسالم میشه نیاد بالا، اونی که حمایت ناسالم شد، حتی اونی که ضعیف‌تر از بازیکن نداره فلان، مظلوم‌تر اونو بیار بالا. میگم خدا حتی اگه تیم منه میگم. و به خاطر همینم طرفدار استقلال. میگن که زمانمون تموم شده باید خدافظی کنیم، ولی میخوایم با یه فیت آبادانی ولک از نادر و نصرالله یا آهنگ اسم آهنگرم بهم گفتن آبادانه چه شهر خوبانه. یا آبادانه اصلا بهم بگم اگر این شعر رو خونیم بدونید که این شعر واقعا به خاطر اینه که آبادان در یک روز از ساعت 5:30 صبح بمبارون شد تا ساعت 12 بعد از ظهر. یک ساعت به آبادان استراحت دادن، مجددن بمبارونش کردن تا 6 غروب که از جمله شهدای بچه در اصل معلمای زیادی اونجا شهید شدن. این شعر رو بچه ها خوندن که آبادانه چه شهر خوبانه، قربون شرم برم گلوله بارا. آخه من عاشق شعر شفتالو هم هستم از شما دوتا به خدا. من اون موقع ضبط کردم رو چیز همچنان همه یادمونه. میگه گوشی موشیشیم بلا شفتالو. اونو بریم به تیکشو. نه ما با هم ساحل دریای رو خوزیم. دریای ببینید مایه چیزی بود رنگ ما سفیده تو خونه کس بلدیده. آقا بریم همینو بریم آب خون نگه من خودش. آره بخونی بریم. آقا خراب کردیم ببر. بیا دست یه دونه تو بخو یه دونه من دست که توی سال دریایه. سال دریا نیم ساحل دریایه ببینی چه قشنگه رنگ ماهی سفیده تو خونه کس ندیده آفانک دیسته بیده کاسه ما لیته لیته آوهک دیسته بیده کاسه ما لیته لیته یکی داره میایه یکی داره میدیلی ساحل دریایه ببینی چه قشنگه رنگ ما هی سفیده تو خونه کس ندیده آقا بریم خیلی من باید خدافزی کنیم باید خدافزی کنیم ولی نه ولی آره ولی به سبک همه برنامه یه دعا برای بیننده های ما در فقط قبل از اینکه دعا کنم ببخشید من هم یه چیزی بگم بله خواهش میکنم چقدر بابا خیلی عرض زدی من تو یه دعای طولانی من منتظر بودم شما آقای غفارمنشی خاطره مشترک از من تعریف کنین. ما با هم دیگه کار کردیم دیگه دیدم انقدر جمع رفاقت خوبه گفتم کردیم ما من شما من با شما سر یه پیشتولیدی با همون سینمایی من با شما کار کردم بعد جادوگر رو با هم کار من دیدم خاطره مشترک ندارم گفتم رفاقتتون رو خراب نکنم. عالی دعا که بهتر از حرف زدنه جان دعا بهتر از حرف زدنه. شما قراره دعا کنیم من یه چیزی گفتم برای خروج دوستان
آهنگ ترکی باشه. آقای غفار منش خیلی مظلوم گیر افتادن اینجا. آقای آبادانی عالی. یه نکته می‌خواستم بگم از اینکه حالا از ما تو این دو شبی که در خدمت بینندگان عزیز بودیم تمام قومیت‌های مختلف رو اشاره کردیم. فکر می‌کنم یادم رفته یا کم گفتم، انصافاً مردم شریف اهواز مخصوصاً عرب زبان‌های عزیز، بله، که چه در آبادان چه در خوزستان واقعاً من مهمونشون بودم، خیلی کار درست، خیلی دوست داشتنی. قرار بود که یه گروهی هم از عرب زبان‌های عزیزمون در خدمتش باشه ولی نشد. میهنم ایهنه، میهنم ایهنه، غابت شمس نل حلو مجانه، غابت شمس نل حلو مجانه. حیک حیک بابا حیک، الف رحم لبیک، هزول العزبونی، هزول المرمروني، على جسر المسيب سيبوني. حالا امیر غفارمنش سپاس، امیر غفارمنش داره در میره از این اتفاق. آره اینه که با نادر صحبت کردیم، با نادر یه چیزی رو صحبت کردیم قبله. سفره هفتسین چی دیدی آقا نادر؟ هفتسین رو چی دید؟ من آره دیگه. شما چی؟ شما؟ بله همه چی ردیفه. بله. من یه خاطره خیلی آقا من عذر میخوام رفیقمون بند. آها راست برای دیسک دمت گرم. آقا بی ادبی دارم. نشسته تازه کارت داریم. من یه خاطره بگم. آقا من یه بار توی کل عمر زندگی سفره هفت سین چیدم برای اولین بار. این ماهی گلیام گرفتم تو خونه. روز اول عید بهم برنامه خورد. کیش. بعد گفتم این ماهیه این نمیره چجوری فلان. به پسرم گفتم گفت از این ماهیه بذار توی یخچال زنده میمونه. میدونستید اینو که آره. آره. ولی به من نگفت کجای یخچال. من گفتم تو فریزر رفتم کیش برگشتم بعد چهار هفته بودم عکس رو رفت سینما گفتم این ماهیه. رفتم همشیال دوربین منو بگیره استیل کلوزا خدا شده همینجوری چی خرمه همینجوری از چشاش میخوندم که داره به هم چی میگه. حالا تیتراژ امیر تیتراژ برو جان من برو ماهی برو ماهی خدافظیه. آره این آخرش میگه لب بچه ماهی با ما بهت اولش همون آخه خدا این همه مرز مازیار کیایو این همه اون دستاتو بالا و پایین نکن لبه بچه ماهی رو با غلاب خونین نکن ماهیر ماهیگیر بقیهش ماهیگیر ماهی. آقا امیر پسرش راستین خواننده در موزیسین درجه یکیه ها. ایشالله سال دیگه با کارهای جذابش بیاد تو برنامه. بله آهنگ ترکی فراموش نشه برای خودت. بله بله خب بعد خدافظی کنیم آی فیلم بردم دعا کنیم دعا من بهتر هر کسی یه دعا. من امیدوارم امسال سالی باشه که امید برگرده به تمام مردممون شاد باشن و سفرهشون رنگ انشالله درود بر شما ایشالله هممون نه فقط امسال همه سالها بی بهانه بی دلیل که البته دلیل داره ولی اصطلاحا میگن بی دلیل حالمون خوب باشه ایشالله. امیر جون من یه مقدمه دارم. من بچه که بودم میگفتم فلانی آدم صالحیه بعد فکر میکردم یعنی آدمی که مثلا مؤمن نمازخونه اینا میگن صالح. بعد وقتی بزرگتر شدم فهمیدم که آدم صالح یعنی چی راجع معنی این کلمه یعنی این آدم با خدا در صلحه با خودش در صلحه با اجتماع اطرافش در صلحه با طبیعت و حیوان و گیاه و اینا در صلحه. من فقط آرزوی یک کشور صالح دارم همین یک کشوری که با خودش با خدا در صلح باشه با مردمش در صلح باشه با دنیا هم در صلح قرار بگیره. حالا همه دعاها رو کردیم آقا نادر سلیمانی و نصرالله جان رادش عزیز و هنرمندمون یه اشاره‌ای داشتن به آبادان. ما فقط از آبادان این لرزشه و این بندریه و این خوشمشرب بودنه رو نبینیم خداییش. یعنی هم دسفول که پایتخت مقاومت ایران بود هم آبادان. من واقعا میخوام از مسئولین عزیز یه نگاه ویژه‌تری داشت به خدا نازنین مردم خوزستان مردم آبادان خرمشهر و بلوچستان و سیستان و بلوچستان اشاره کردیم در بخش قبلی. امیدوارم که یه نگاه ویژه داشته باشن. لیاقت مردم آبادان این فضای شهر نیست. انشالله شهر خوب شیک خرمشهر همینطور مسجد سلیمان فرقی نداره خوزستان
پایگاه مقاومت ایران بوده. خیلی جوان‌ها پرپر شدن، خیلی از خانواده‌ها بی خانه شدن. ان شاء الله که تو سال جدید یه نگاه ویژه‌ای باشه، یه اتفاقات قشنگ، صنعت نفت بیاد بالا که دلخوشی مردم شریف آبادانه، و ان شاء الله که همچنان به فکر همدیگه باشیم. و به قول امیر قفارمنش عزیز که چقدر خوب اشاره کرد، ان شاء الله که سال جدید خیلی بیشتر صالح باشیم. آفرین. به افتخار ایران و ایرانی، مخصوصا خوزستانی های عزیز، دست جانانه بزنید. بریم یه بخشی رو ببینیم و برمیگردیم. سپاسگزارم.